بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض خسته نباشید. دارم خدمت محصل نهایت گرامی، امیدوارم در هر کجایی که هستین صحتمند و تندرست باشید. بازم در خدمت شما عزیزان هستم با چهارمین جلسه از مضمون حقوق جزای اختصاصی یک. قبل از اینکه وارد مباحث درس امروز بشین، ابتدا یک مرور کوتاهی میکنیم به مباحثی که در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. اگر یاد شما عزیزان باشه، ما درس هفته گذشته روی اقسام قتل که از جمله قتل عمد بود شروع کردیم. قتل عمد تعریف کردیم با توجه به تعریفی که در شریعت اسلام و همچنین قانون کد جزای افغانستان وجود داشت. تعریف شد قتل عمد و به ادامه از او عناصر متشکله قتل عمد در از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار دادیم. و ادامه بحث وسیله‌ای که قتل توسط از صورت میگیره شروع کردیم، دیدگاه های فقها مورد بررسی قرار دادیم و آخرین نظر مربوط به حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه است که امروز بحث به ادامه درس گذشته آغاز میکنیم. اگر یاد شما عزیزان باشه، در بحث وسیله قتل ما دو دیدگاه دیگر را مورد بررسی قرار دادیم. یکی نظر حضرت امام مالک بود که اونا شرط خاصی برای وسیله‌ای که توسط از او قتل صورت میگیره در نظر نگرفته بودند. هر فعل انسان که ذریعه از او سبب بشه که قتل صورت بگیره، شخص از نوعی از او مسئوله، به شرط از این که همه عملی که یعنی قتل که صورت گرفته در نتیجه فعل خود شخص باشه. و بس مزاح یا شوخی را از این جمله مستثنا قرار دادن، گفتن نمیتونه در جمله قتل عمد باشه. دیدگاه دیگری داشتیم از حضرت امام شافعی و امام احمد که در قسمت وسیله که در قتل به وسیله از او صورت میگیره یا آلات یا وسایلی که قتل توسط از اونا صورت میگیره، گفته بودن که این آلات باید غالبا کشنده باشه و این مسئله ما از وسایل غالبا کشنده را باز به 3 دسته تقسیم کردیم، هر کدام از اون مورد بررسی قرار داد. به ادامه بس نظر حضرت امام ابو حنیفه هست که اینا مثل ائمه فقه شرطی دارن در قسمت ای که وسایلی که برای قتل یا آلاتی که برای قتل استفاده میشه یا قتل توسط از اونا صورت میگیره، این شرط دارن که باید همو آلات یا وسایل غالبا کشنده باشه. اما یک موضوع دیگر هم که به ادامه بس میگن این هست که بر علاوه ای که همو آلات و وسایل غالبا کشنده باشه، باید که همو وسایل برای قتل آماده شده باشه، یعنی وسایل باشه که توسط از اونا قتل صورت بگیر، مثل شمشیر، چاقو، خنجر و غیره، وسایلی که برای چی شده؟ برای قتل آماده شده باشه. حتی اگر بعضی از وسایل هست که وسایلی هست که امکان قتل توسط از اونا میشه، از ابتدا برای قتل آماده نیست، منتها قتل توسط از اونا میشه، مثلا یک شیشه که میشکنه، خب همو خاصیت از اون شیشه که شکسته یا حالت کار در میتونه داشته باشه، پارچه شیشه شکسته یا خنجر شکسته که نوک نداشته باشه، توسط از اینا هم اگر قتل صورت میگیره، اینا هم میتونه برای قتل آماده باشه و قتل شکل میگیره. پس از نظر امام ابو حنیفه شرط است که وسایل قتل باید غالبا کشنده باشه و برای قتل مهیا شده باشه. به ادامه بس سومین رکن یا سومین عنصری که ما بس میکنیم اینه که قاتل قصد ازهاق روح مجنی علیه داشته باشه یا هم قصد جنایی در نزد قاتل موجود باشه، تا این که عملی که انجام داده شده ما به عنوان قتل عمد بشناسیم. به همون خاطر لازم هست که قاتل قصد احداث نتیجه جرمی داشته باشه. قصد جنایی یا همین قصد ازهاق روی مجنی علیهی به این معنی هست که قاتل یا همین جانی قصد احداث وفات مجنی علیهی داشته باشه.
بر اساس نظر حضرت امام ابو حنیفه شافعی، حضرت امام شافعی و حضرت امام احمد حنبل، شرط است تا جانی در قتل عمد قصد قتل مجنی علیه نموده باشد، و اگر قصد قتل نداشته باشه در او صورت ما او نمیتونیم که چی بدونیم، او فعل از او تنها کافی بدونیم و او قاتل عمد بشمونه. شرط است تا چی باشد؟ شرط است تا قصد قتل مجنی علیه داشته باشه، زیرا یا قصد تجاوز بدون قصد قتل، یعنی طرف قصد ضرب و جر داره، قصد لتوکو به طرف داره، اما قصد از این نداره که طرف را از بین ببره، در او صورت او قتل عمد محسوب نمیشه، بلکه چی میشه؟ همون شبهه عمدی بودن از او از بین میره و طرف به مرتکب قتل شبه حمد میشه، که باز ما در اقسام قتل مطالعه میکنیم که کسی که قصد قتل مجنی علیه نداشته باشه اما فعل از او سبب قتل مجنی علیه بشه، او چی حالاتی میتونه در بر بگیره. به ادامه مباحث، ما اولا که از سر رکن برای جرم قتل عمد مطالعه کردیم، خصوصیات یا ویژگی های که هر کدام ارکان داشت و جزئیاتی که داشت مورد بررسی قرار دادیم. بحث دیگری که در اینجا مطرح میشه، بحث جزاهایی هست که برای قتل عمد در شریعت اسلام در نظر گرفته شده. ما ابتدا ارکان قتل در شریعت مورد بررسی قرار دادیم، حال مجازاتی که برای قاتل یا برای کسی که مرتکب قتل عمد میشه در نظر گرفته شده بررسی میکنیم. باز در نهایت بحث قتل عمد در کد جزای افغانستان مورد بررسی قرار میدیم با مجازاتی که برای از او در نظر گرفته شده. مجازات قتل عمد در شریعت اسلام به 3 دسته تقسیم میشه. یک مجازات اصلی هست، مجازات بدلی هست و مجازات تبعی هست. مجازات اصلی یا جزاهای اصلی یک قصاص است که همه فقها ها به این اتفاق نظر دارند که قصاص مجازاتیه که قاتل مستحق از اونه. باز میخوانیم که قصاص چی هست. قصاص از جمله جزای اصلی چی از جرمی به نام قتل عمد هست. مسئله دوم کفاره هست که این نظر حضرت امام شافعی یا نظر فقهای شافعی هست. مسئله دوم جزاهای بدلی هست. جزاهای بدلی به 3 دسته تقسیم میشه. بدلی یعنی در عوض جزاهای اصلی از اینا کار گرفته میشه. هرگاه بنابر دلایل جزاهای اصلی تطبیق نشه، هرگاه بنابر دلایل به دلایل شرعی قصاص مثلا اجرا نشه، در اون صورت دیت میتونه به عنوان مجازات چی باشه؟ بدیل، یا مجازات بدیل چی باشه؟ بدیل قصاص باشه، یا تعزیر میتونه مجازات بدیل قصاص باشه. اینا مجازات بدیلی هن که برای چی در نظر گرفته شده؟ برای قتل عمد، دیت، تعزیر و سیام، یا همون روزه گرفتن در برابر کفار. مسئله بعدی جزاهای تبعی هست. تبعی یعنی که به طبع جزای اصلی برای طرف داده میشه، بدون از اینکه در حکم قاضی ذکر بشه و مجرد ای که همون حالاتی و پیش بیایه، شخص از همچون حقوق معروم میشه، از همچون امتیازات معروم میشه. این مجازات ها در بس سایر جرایم هم در قوانین جرم چی شده؟ مشخص شده، معرفی شده. در بس قتل عام در شریعت اسلام هم آمده. مثلا کسی میایه یک فرد به قتل میرسانه، خب قاتل از فردی که او به قتل رسانده میراث نمیبره، یعنی حرمان از میراث یا محرومیت از میراث حالتیه که شخص خود از او سبب شده که همو و کسی که از او قرار بده میراث ببره او به قتل برسانه، و حرمان از وصیت هم همه قسم به ادامه از او هست. کسی که شخص به قتل میرسانه، خب از وصیت از او هم محروم میشه.
اولین جزایی که ما به عنوان مجازات اصلی مورد بررسی قرار میدیم بحث قصاص هست در شریعت اسلام. قصاص در لغت به معنای مماثلت، مساوات و برابری آمده. یعنی چی؟ یعنی ای که فعلی که انجام شده باید عین از او بالای جانی یا همون شخص قاتل انجام داده بشه. مماثلت یعنی مثل یا مساوی به همون فعل و برابر به همون فعلی که انجام شده. قصاص در لغت به معنی مماثلت هست، مساوات و برابری هست و در اصطلاح عبارت از مجازات سلب حیات قاتل قتل عمد توسط ورثه مقتول. وقتی شخصی میای حیات یک نفر قصدن از بین میبره، جزایی که در او در نظر گرفته شده به مستحق از او است این است که باید حیات خود از این هم خاتمه داده بشه که همو بحث قصاص هست. یک مسئله دیگه هست مجازات قتل در بعضی از جرایم دیگر هم بحث مجازات یعنی سلب حیات مجرم در نظر گرفته شده. مثلا در بحث قطاع طریقی یا رازنی مجازات قتل برای مجرم پیش بینی شده، اما او مجازات بحث قصاص نیه، او بحث مجازات به عنوان حد در نظر گرفته شده. او مجازات و همه قسم که در سراید پیش هم گفته شد بدیل های قصاص میتونه تعزیر و دیت باشه. در صورتی که قصاص بنابر دلایل شرعی اجرا نشه، موانع قصاص وجود داشته باشه که قصاص اجرا نشه، در او صورت شخص مکلف میشه که دیه بپردازه و در صورتی که باز دیه هم پرداخت نشه ممکن است که تعزیرن مجازات بشه و یا هم ممکن است که همزمان هم دیت بپردازه و هم تعزیرن مجازات بشه. خب حال دلایلی که ممکن هست قصاص ساقط بشه یا اجرا نشه، موانع اجرای قصاص در شریعت اسلام آمده 3 مورد است. اولین موردی که سبب میشه قصاص اجرا نشه یا موانع اجرای قصاص هست، یک بس هرگاه مقتول جزی از قاتل باشه. این به عنوان یک شبهه است که سبب میشه شخص مجازات قصاص بالای از او اجرا نشه. بس جزی از مقتول باشه یعنی مثلا پدری فرزند خور به قتل میرسونه یا پدرکلانی مثلا نواسه خود خور به قتل میرسونه. وقتی مقتول یا همین مجنی علیهی یا کسی که قربانی قرار گرفته جزئی از قاتل باشه، در اون صورت مجازات قصاص چی میشه؟ ساقط میشه و والی از او اجرا نمیشه. حضرت امام ابو حنیفه، حضرت امام شافعی و حضرت امام احمد رضی الله تعالی عنه نظر دارن که اگر مقتول جزئی از قاتل باشه حکم قصاص از بین میره. حکم قصاص چی میشه؟ از بین میره. بدین ترتیب که قاتل همو یا مقتول والد قاتل باشه، جز از او محسوب بشه. مثلا اگر پدری فرزند خود خور عمدن به قتل برسانه، پدر به قتل فرزند خود قصاص نمیشه. اونا استناد میکنن به حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ترجمه آمده قصاص نمیگردد پدر به خاطر کشتن فرزندش. به ادامه بس قسمی که از بس حدیث شریف مطالعه کردیم دیدیم که در او حدیث به صراحت گفته شده که پدر در برابر فرزند خود قصاص نمیشه، به عنوان یک مانع هست زمانی که مقتول جزی از قاتل باشه و او هم میتونه همین قسم ادامه داشته باشه. مثلا پدر یا پدرکلان باشه یا هم مادر و مادرکلان وقتی فرزند خود یا نواسه خود خور عمدن به قتل برساند مستوجب مجازات قصاص نمیشند. اما یک مسئله باید در نظر داشته باشین که عدم قصاص یا سقوط قصاص یا به عنوان
در همه قسمت از مجازات سبب نمیشه که مجازات بدلی و طبیعی در مورد همو اشخاصی که مرتکب قتل شدن تطبیق نشه، که مجازات بدلی همو دیه و تعزیر بود عزیزان، و مجازات طبیعی هم حرمان از میراث و حرمان از وصیت که این مسائل باز تطبیق میشه. اما دلیل از این که چرا شخص فرض مثال قاتل وقتی والدین باشن چرا اینا قصاص نمیشن، در شریعت دو دلیل برای از او فقها مطرح کردن. اولی که گفتن در عالم اسباب پدر به وجود آورنده فرزنده یا والدین به وجود آورنده فرزند خو می باشن، پس همین سبب میشه که چی بشه قصاص نشن در برابر از او. و دومی که ارتکاب جرم قتل هم از جانب پدر و مادر و پدر کلان اینا یک امر بسیار نادر و ناممکنیه، یعنی خیلی به ندرت ممکن است اتفاق بیفته که پدری فرزند خود خو عمدن به قتل برسن. از او خاطر بحث قصاص در اینجی اجرا نمیشه و شخص قصاص نمیشه. دومین شرطی که برای دومین مانعی که برای اجرای قصاص در شریعت اسلام مطرح شده بس کفایت یا همو برابری قاتل و مقتول هست، که در شریعت اسلام نظریاتی وجود داره که اشخاصی که همدیگر یعنی یکی قاتل میشه و یکی مقتول باید کف هم باشد، در صورتی که هم کف نباشن مجازات قصاص بالای از اونو بالای قاتل تطبیق نمیشه، یا همو بس قصاص از بین میره و بعض مجازات بدلی یا طبیعی مطرح میشه. حضرت امام مالک شافعی و حضرت امام احمد کف بودن در بس قصاص شرط میدونن، به این معنی که قاتل باید کف مجنی علیه باشه یا مجنی علیه باید هم کف قاتل باشه. به اونا برای کف بودن چند تا شرط مطرح میکنن. یکی بس آزادی هست که شرط میدونن که باید طرفینی که میاین مثلا مرتکب از جرم میشن، یکی تبدیل به قاتل میشه و یکی قربانی قرار میگیره یا مقتول، باید هر دو آزاد باشن. در صورتی که فرض مثال یک شخص آزاد میاد یک برده ای را از بین میبره، از نظر ای علما او شخص آزاد در برابر برده به نظر از اونو میگن که چی نمیشه، یعنی قصاص نمیشه. اما برعکس از او اگر یک برده ای بیاید یک انسان آزاد به قتل برسانه میگن برده چی میشه، برده قصاص میشه. اما نظر امام ابو حنیفه در همین مورد میگن آزادی نمیتونه به عنوان یک چی باشه، نمیتونه به عنوان یک دلیلی باشه که ما به یک نفر قصاص اجرا کنیم و به بعضی دیگر اجرا نکنیم. از نظر حضرت امام ابو حنیفه میگم هیچ فرقی نداره که شخص آزاد یک شخص برده ای به قتل رسانده یا یک غلام یک انسان آزاد به قتل رسانده، مهم در اینجی بحث انسان بوده هست. و زمان یک انسانی از بین میره هر کسی که حیات از او از بین برده باید که مجازات بشه، فرق نمی کنه که شخص آزاد برده ای از بین برده باشه یا برده آزاد از بین برده باشه. مسئله دوم یا دومین معیار برای کفایت علما اسلام بودن مطرح میکنن، اسلام مطرح میکنن. از نظر فقها حضرت امام شافعی و حضرت امام مالک رضی الله تعالی عنه میگن که حکم قصاص بالای مسفرز مثال هرگاه مسلمان کافر و قتل برسانه، شخص مسلمان به خاطر کافر چی نمیشه، قصاص نمیشه. اما برعکس از او میگن که اگر قاتل شخص کافر مسلمان را از بین ببره باز به او مجازات در نظر گرفته شده و قصاص میشه. اما از نظر امام ابو حنیفه باز میگن در قتل در قصاص مسلمان
اگر یک مسلمان یک شخص ذمی که هرچند خوب ذمی ها کسایی هستند که به اسلام باور ندارن اما در دیار اسلام زندگی میکنن، میگن اگر مسلمان شخص ذمی به قتل برسانه به خاطر ذمی قصاص میشه و قصاص مسلمان جایزه به خاطر کشتن ذمی. و سومین معنی که مطرح میشه در بحث موانع قصاص، بحث ای هست که هرگاه مقتول ولی نداشته باشه، وقتی که ولی نداشته باشه در او صورت قصاص بالای از او تطبیق نمیشه. در صورتی که مقتول ولی نداشته باشه یا ولی از او مجهول باشه، معلوم نباشه یا اصلا هیچ ولی نداشته باشه، به اساس نظر امام ابو حنیفه قصاص جاری نمیشه. زیرا بحث قصاص به نظر ایشان میگم اجازه ایجاب عذیر میکنه تا شخص اجازه بده که قصاص بشه یا نشه. در صورتی که همچون شخصی وجود نداشته باشه که اجازه اجرای قصاص سر بده یا استعفای اجرای قصاص سر بده، خب در اون صورت هست که قصاص تطبیق نمیشه بال شخص، به او تعزیرن مجازات میشه. در اینجا با سوال مطرح میشه که چی کسی مستحق است که همه قصاص را چی بکنه، مستحق استعفای قصاص است. در اینجا هم نظریات متفاوتی وجود داره. از نظر حضرت امام مالک رضی الله تعالی عنه میگن مستحق قصاص یا کسی که قصاص برای از او اجازه داده شده مستحق قصاص است یا حق قصاص به او داده شده، او عصبه مذکر همی فرد مقتول می باشن، کسی که به قتل رسیده. و میگن عصبه یا همی ورثه مؤنث هیچ دخالتی در بحث قتل ندارد. و دلیلی هم که حضرت امام مالک میارن میگن چون عصبه مؤنث از جمله کسانی هم که از صفات ترحم و قوت چی میگم دیگه دل رحمن، از او خاطر نمیتونن که قصاص را اجازه بدن که شخص مستحق قصاص مجازات بشه. دلیل از اونو هم ای است، فقط کسانی که عصبه باشن و اونا هم از چی؟ از جمله کسایی که مذکر باشن یا مرد باشن اجازه دارن که مستحق قصاص بشن. اما حضرت امام ابو حنیفه، حضرت امام شافعی و حضرت امام احمد کسانی که مستحق قصاص میشن، اونا شرط نمیدونن که باید زن باشن. میگم میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه، اما کسانی میتونن مستحق میراث باشن که مستحق قصاص باشن که مستحق میراث فرد بشن. یعنی زمان فرد فوت میکنه، همون کسایی که از اون میراث میبرن همون کسا مستحق قصاص از اون میشن. پس در این جی هم ورثه مذکر و هم ورثه مؤنث هر دو میتونن مستحق میراث بشن. اما یک نکته که در این جی شرط هست، از نظر امام ابو حنیفه لازم و واجب تا مستحقین قصاص در زمان اجرای قصاص حضور داشته باشه. یعنی وقتی اجرا میشه، قصاص اجرا میشه، حکم قصاص اجرا میشه، باید ورثه مقتول یا همو مستحقین قصاص از او باید حاضر باشه، حضور داشته باشن. و تنها حضور وکیل کافی نمی باشه، بلکه باید که همو ورثه باشن، ورثه هم باشن که در حضور از اونو اجرا بشه. درس امروز ما با همین قسمت ختم میشه. از سلامتی شما عزیزان سپاسگزارم. ادامه این مباحث در جلسه آینده مورد بررسی قرار میدین. خدا کنه در هر کجایی که هستین صحتمند و تندرست.